هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود، هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود. آن چنان مهر تو هم در دل و جان جای گرفت که اگر سر برود از دل و از جان نرود. بسم الله الرحمن الرحیم. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. قدم به قدم، نفس به نفس، ظاهرات دارن نزدیک میشن به بارگاهت. ما هم از همین راه دور قلبمونو میفرستیم سمت کربلات. اینجا محلا به امید گوش نگاهی دور هم جمع شدیم در این شبهای باقی مانده به اربعین. کاری برای شما نداره، به طرفت العینی ما هم دعوت بشیم. بسم الله. سلام و عرض ادب. خیلی خوشبختیم که امشب در خدمت شما هستیم. و سید اینجا محلاست. از اولم عرض کردیم که اینجا یک سفره گوشه این عالم به نام از سید الشهدا و ما هم کنار این سفره نشستیم. خیلی محبت کردید که امشب تشریف آوردید. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، چقدر باحال اینجا. حال کردم، خیلی کیف کردم. صفا بود و انرژی خیلی جذابی داره. شاید تو قاب تصویر این حس نشه، ولی من دارم درکش میکنم و فکر میکنم که یه صحبت خیلی خوب متفاوت خواهیم داشت. من در خدمتم محمد حسین عزیز که هم خودتو هم صداتو هم حالتو هم عشقتو دوست دارم. عزیزی، محبت داریم، سلامت باشی. حسید، سوال اول ما همیشه از همه مهمونامون اینه، شما و پیوندتون با امام حسین کجا بوده، کی بوده، اولین امام حسینی که یادتونه؟ خب من به هر حال تو دامن روزخون بزرگ شدم. یعنی مادرم، علی‌رغم اینکه پدرم آهنگساز بود و اصلا یه آدم متفاوت بود، اما مادرم روزخون بود. ولی پدرم هم چون یه تحصدایی داشت، اذانگوی محله خودشون بود دوره جوانی و بعداً تغییر زاویه، حداقل فکری نه، ولی تغییر زاویه اجتماعی داد و وارد عرصه هنر و موسیقی و اینها شد. ولی مادرم روزخون بود و هنوزم هست. خدا رحمت کنه پدرم رو، ولی مادرم هنوز در قید حیات و هنوز برای حسین میخونه. پدر آهنگساز، مادر روزخون، این چالشی وجود داره. فکر میکنم این خاصیت جذبه در واقع بخش مذهبی زندگی من و تاریخ زندگیم انقدر بوده که خدا رو شکر امروز تو این حساسیت‌های اجتماعی هم متوجه میشید که مردم منو یک آدم مذهبی میشناسن، یا آدمی که مال این دکورم در واقع. و این اتفاق خوبیه. یعنی معلومه که مادرم خیلی، شاید با تلاش یا حتی بدون تلاش، با نام سید الشهدا من رو بزرگ کرده و به همین جهت مسیر زندگی من حتی تو زندگی هنریم تقریبا تو این خط سیر بوده. یه جایی هم اگه گاف دادم دیگه آدمیه دیگه. همه آدم ها ممکنه خطا. شما که همیشه خوب بودید. محبت.
اولین امام حسین؟ خب شاید اولین امام حسین موقعی که من هنوز حرف نتونستم بزنم، تو بغل مادرم پیشونی بند و لباس سبز تنم کردن و وسط صف در واقع زنجیرزنی و سینه زنی تو هنگامه و نمایش بی نظیر تکراری اما جذاب عاشورا و تاسوعا کنار تو سینه مادرم قدم زدم. شاید تصویرش یادم نیاد ولی قطعا همین قلبم رو پر کرده از اسم سید الشهدا. فکر میکنم این اولیشه که حتی وقتی نفهم به نظر میرسیدم فهمیدمش و دیگه این سیر زندگیم همین بوده و بعدش هم دیگه وسط صفها همیشه بودم و روزه های نوجوانی و نا. من اصولا میخوندم وسط صفها وقتی حتی 8-9 سالم بود، سهمیم بود توی حالا ماه محرم و اینها میکروفون رو بهم میدادن و وسط بالاخره بد نبود، مردم با لبخند سینه میزدن و من روزه میخوندم و خیلی چیزا که معروفترینشون همین که از بچگی میخوندیم قال رسول الله نور و عینی حسین و منی انا من حسینی و اینا رو خوب یادمه که میخوندم وسط این اولین شعری که میخوندید همین قال رسول الله. آره. کاملا اینا یادمه. این سفره جریانش چیه که همه میتونن سرش بشینن؟ چون جریانش یه جریان تکراری و یک تکرار جذاب بی‌نظیر، یه چیزی که خسته کننده نیست. اگر 1400 سال که سهله، 14000 سال هم طول بکشه و بیشتر از این، باز هم این جریان ادامه داره. این سفره همیشه سفره قیمه است، ولی هست. این سفره همیشه تهش به شهادت سید الشهدا و اسب تنها و خیمه سوخته ختم میشه. این قصه همیشه انتهاش به اسارت حضرت زینب و سخنرانی او ختم میشه، به رفتن رقیه. اما همه اینها هر چقدر تکرار میشه جذابه. و جالب این که من بعید میدونم آدم بالغی در دنیا وجود داشته باشه که حسین رو نشناسه. من بعید میدونم سید الشهدا رو نشناسه و محاله از این چهره یک نفر پیدا بشه و بگه این آدم حق نبوده. این یعنی خدا یک نقاشی رو کشیده که این نقاشی بی نظیره، یه نقاشی که همش زیباست. مثلا چیزی تو این عالم وجود داره که بشه با امام حسین مقایسش کرد؟ به نظرم نه. یعنی آسد جواد هاشمی که از یک مادر روزخون که خدا حفظش بکنه و خودش در دوران نوجوانی روزخون بوده، بعد یهویی تبدیل میشه به یک بازیگر و به قول امروزی ها یه سلبریتی، یعنی دو تا فضای مختلف رو شما لمس کردین، تفاوتاش چیه؟ تفاوتش مثلا آخرش معلوم میشه تو عاقبت به خیریش. ببین محمد حسین، من خیلی تلاش کردم که تو مسیری باشم که به نظرم حقه. خیلی تلاش کردم و این تلاش و این که فرقان واقعا وجود داشته باشه، که اولین دعای همیشگی من و مادرم برای ماست که تشخیص حق و باطل چگونه ممکنه، این که از قرآن داعشی هم به وجود میاد و این دلیل بر خدای نکرده ضعف قرآن که نیست، دلیل بر ضعف انتخاب و نگرشه، نداشتن فرقانه. این که یه آدمی روی لبه‌ای حرکت میکنه که اگر این ور بیفته جهنمه، اگر اون ور بیفته بهشته و باید دقیق و سنجیده روی این لبه راه بره، این یک واقعیت و اتفاقا جز جذابیت های دین ماست. خیلی ها میگن آقا
این چه دینیه که شمر ابن ذوالجوشن دو بار وضو میگیره تا سر حسین رو ببره و امروز اون مردی که دو بار وضو میگیره تا سر حججی رو ببره؟ این چه دینیه؟ این جزء جذابیت‌های دین ماست. نمیتونن این جذابیت رو منکر بشن. یعنی این که پس میشود از حق هم برداشت غلط کرد. چیزی که تو مطمئنی، اون میگه من دو دقیقه دیگه با این کار انتحاری، با کشتن این بچه ها میرم بهشت، میرم با پیغمبر خدا با این چنگالم غذا میخورم. یعنی انقدر احمقانه برداشت میکنه. اما این جذابیت، این که خداوند میگه تو چه برداشتی میکنی، اون چه که به نظر من برداشتش کاملا یک سویه است، خود سید الشهدا است. اصلا نمیشه ازش برداشت دیگه کرد. فقط حق مطلق. امکان نداره از حسین علیه السلام حتی آدمهای خیلی اونوری هم برداشت غلطی بکنه. برای همین ما وقتی میریم تو خانه خدا، توی در واقع مدینه منوره، در خود مسجد النبی اون بالا اسم حسین میدرخشه. و من هر وقت میرفتم مدینه دوست داشتم حتی نمازم رو به اسم حسین بخونم، برای اینکه اون اسمه انقدر اون بالا خوشگله. یا رفته بودم استانبول تو مسجد اصلی معروف استانبول، درست تو مرکز تقسیم، وقتی یهو برگشتم اولین بار گفتم حسین کجاست، نگاه کردم دیدم اون بالا اسم امام حسین داره میدرخشه. یعنی امکان نداره کسی این حق مطلق رو نفهمه، محال ممکن. پیچیده شمی همه جا، ای تن بی سر، چون شیشه عطری که درش گم شده شیشه عطری که درش گم شده باشد. یکی از بزرگترین اجتماعات مردمی دنیا است اربعین، همین روزایی که الان بود، بعد خیلی ها دارن پیاده میرن سمت کعبه و کاملا در رسانه‌های دنیا سانسور میشه. این دلیلش چیه؟ هر چی سانسور بیشتر بشه، اتفاقا بیشتر مردم دنیا پی میبرن. اصلا سانسور همینه دیگه، یعنی که وقتی منعش میکنن مردم دنیا بیشتر، من به نظرم اربعین رو مردم دنیا خوب میشناسن و دنبال تصاویرشن. هرچی سانسور بیشتر بشه میگن کجا هست، ببینید چی آخه مردم اصلا برای چی میرن دور این خورشید به چرخن، چه منظومه ایه که یک خورشید توش هست و هنوز که هنوزه داره اینجوری میدرخشه و باید دورش چرخید. به نظر من هر جای دنیا شما بری خوش میگذره، یه جوریه. اربعین خیلی به آدم خوش میگذره. من سختی و زحمت هم دارم. اصلا من اینو جدی دارم میگم، خیلی خوش میگذره. من اینو از یه سری توریست شنیدم، توریستایی که پاشون تاول زده بود، بعد گفتم شما چرا کفشاتون رو در آوردید؟ اصلا نه مسلمون بودن نه شیعه. گفتن میخوام ببینیم چه دردی داره، برای چی اصلا، برای چی اینا شیعه ها کفشاشون رو در میارن، آخه چه کاریه؟ گفتیم بذار ببینیم، دیدیم چقدر داغه و هرچی رفتیم دیدیم چقدر جذابه، چقدر جالبه. گفتم آقا چه جذابیاتی برای شما دارید؟ شما که نه اعتقادی دارید بهش نه چیزی، شاید شما به یه پیاده روی خیلی معمولی در واقع فکر میکنید که میرید.
و دیدم نه، این جذبه، این انرژی که آدم ها دارن توی این پیاده روی، آدم های غیر مسلمانه، بعضی وقتا حتی لایک رو به شدت مجذوب میکنه و این هیچ چیزی نمیتونه باشه جز یک معنویت بی نظیر که سراغ نداریم دیگه، فقط تو اربعین میتونیم سراغ داشته باشیم. اولین کربلاتون عجیب بود. من راستش از دوره جبهه عاشق رفتن به کربلا بودم، مثل همه بچه بسیجی هایی که پشت لباسشون می نوشتن عاشقان کربلا یا روی پیشونی بندشون اسم سید و شهدا بود یا هرچی که. اون همه رفیق جامونده، رسیدن کربلا چجوری بود؟ اونا که من کمتر دیدم، شهیدی قبل از شهادت اسم حسین رو لبشون نباشه و به نظر من کربلا دیده رفتن، این اعتقاد منه. حالا هر کی میخواد بگه من دنبال موهومات هستم بذارید بگه، من حس میکنم اونا کربلا رو دیدن و رفتن و شکی ندارم که حسین بالا سر همه شهدای تاریخ حاضر میشه، شکی ندارم، امکان نداره که فقط بالا سر جون بره. کربلا بالا سر همه رفت، قطعه به یقین بالا سر امت. من همیشه میگم بالا سر همه رفت، ولی کسی بالا سر خودش نبود. من که به این اعتقاد دارم، اما آرزوم این بود که کربلا برم، نصیب نمیشد. محمد حسین عجیب بود، طوری شد که تو زیارتنامه حضرت رضا زیارت وارث هم هست، من این زیارت رو حفظم، شاید بیشتر از 2000 بار این زیارتنامه رو خوندم و وقتی توی حرم امام رضا می رفتم همیشه از ته دلم نخواستم. یه روز دیگه رفتم، حالم بد شد، رسیدم به زیارت وارث، از همون اول که گفتم السلام علیک یا وارث آدم صفت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، تا لم تنجس کل جاهلیت و انجاسها و لم تلبس که من مدلهمات سیابها. و اونجا که انی بکن مؤمن و به ایاب کن موغن به شرای دینی و خواتیم عملی، و اونجا که میگیم به جای انی سلمون لمن سالمه کن، میگیم تو هرچی بگی من خفه خونم. اونجا یهو گفتم یا امام رضا، یعنی چی؟ نمیخوای منو بفرستی؟ به خدا محمد حسین، شاید 10 روز نشد من رفتم کربلا، قول به امام رضا دادم، گفتم یا امام رضا اگه منو بفرستی تمام زیارتهایی که میرم کربلا، و بعد از اون 20 بار من مشرف شدم، شاید بیشتر، من تو حرم حضرت عباس زیارتنامه تو رو میخونم و برای همین زیارتنامه امام رضا رو تو حرم حضرت عباس هم میخونم، چون امام رضا براتش رو به من داد، دستم رو گرفت و برد، و به خاطر همین من حتی اونجا که روبروی جاییست که باید بگی السلام علیکم یا اولیاء الله و احباءه، درست روبروی حضرت حبیب ابن مظاهر، من همونجا هم زیارتنامه حضرت رضا میخونم، چون امام رضا خوب حالی به هم داد. واقعیتش مکه، شما مکه میری، من اولین دعام این بود، سرم رو سجده بود، اومدم بالا گفتم یه روزی حسین همینجا ایستاده و دورتو نچرخیده، از همینجا نگات کرده. خدایا منو عاشق حسین بمیران، این اولین دعای من بوده، دو تا دعا کردم البته، و دعای دومم این بود که اللهم اجعل عاقب امورنا خیرا، اگر قراره بمیرم بی آبرو نمیرم، فقط همین. ولی اولین دعام این بوده که حسین اینجا ایستاد و دورتو نچرخید، رفت کاری کرد که حتی از دورتو چرخیدن هم مهمتر به نظر میرسید. Yeah.
من اولین سالش رو الان خاطرم نیست، داشتم فکر میکردم، ولی اولین نگاهم به تمام دوستانی که همراه من بودن یادشونه قطعا، که من گفتم که میشه کاری بکنید. گفتن چی؟ گفتم اجازه بدید من بعد از این همه زمان که میخوام مشرف بشم، خب قانون اینه که میرن اول از عباس ابن علی اجازه میگیرن و بعد میرن سمت سید الشهدا. گفتم اجازه بدید من وقتی به حرم حضرت سید الشهدا رسیدم چشمام بسته باشه و من رو ببرید، دستم رو بگیرید. یه کار خیلی عجیب و غریبه، شاید غیر متعارف انجام دادم. گفتم دستم رو بگیرید و رسیدیم روبروی قتلگاه، خواهش میکنم من بگید که چشامو باز بکنم. اون موقع هنوز خیلی حصار نبود، برمیگشتیم خونه بود و تل زینبیه پیدا نبود. امروز تل زینبیه پیداست، فقط میدونستیم جاش اونجاست و میدونستیم برگردیم تل زینبیه اونجاست. من خوب خاطرم هست که من چشمام بسته بود و بعد گفتن حالا چشتو باز کن، قتلگاه اینجاست. من چشمو باز کردم و به قتلگاه سید الشهدا نگاه کردم و زیارت وارث رو شروع کردم به خوندن. همشو خوندم، گفتم یاد اون لحظه محمد حسین که سید الشهدا اومد خودشو معرفی کرد، گفت من بچه فلانی هم و باران سنگ فرو ریخت. زیارت وارث همینه دیگه، میگه تو وارث اینی. بعد میرسه به اینجا که میگه السلام علیک یبن محمد المصطفى، السلام علیک یبن علی المرتضى، السلام علیک یبن فاطمه الزهرا، السلام علیک یبن خدیجه الکبرى. همه میگه تو یه همچی شخصیتی هستی. بعد میگه السلام علیک یا سار الله و ابن سار و الوتر الموتور، اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه. اینا رو وقتی میخوندم یادمه که داشتم با قش میخوندم. من اولین نگاهم به حرم سید الشهدا خیلی خاطر انگیزه. خدا منو ببخشه، من از خدا عذرخواهی میکنم. حتی خود حرم خداوند اینقدر منو جذب نکرد. میخواد بگه کفره، نمیدونم هر چی که میخواد باشه. نه، همه اونایی که تجربه کردن اینو تایید میکنن دیگه. ولی حس کردم اونجاییه که آره، وقتی اولین بار روحانی کاروان گفت سرتو که بلند کنی هر دعایی مستجاب میشه، سرمو بلند کردم و جلوی قتلگاه گفتم من به عشق تو بمیرم یا حسین، و این دعا فکر میکنم انشالله مستجاب بشه، مگر دوستم نداشته باشن، مگر خیلی خاک مستن باشن. خیلی بدبخ باشم، نمیدونم که اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا در حدم مستجاب نشه. چیزی به غیر شهادت نیست این دعای دیگه. این همه رفیق داشتی آسد، شهید شدم. من دو سه تا دوست داشتم شهید شدم، بهشون فکر میکنم مثلا کلافه میشم. اون همه رفیق، اون همه بار، چیکار میکنی باش؟ من یه خاطره خیلی تکرار کردم ولی بگم، چون گفتی این همه رفیق داشتیم. من با حاج قاسم داشتم میرفتم کرمان، من مجری برنامه بودم، ایشون قرار بود سخنرانی بکنن، یادواره شهدای کرمان بود. من تو هواپیما نشسته بودم اینجا و حاج قاسم اینجا نشسته بودن. بعد دارم از حرف خودت وام میگیرم، به من گفتش که سید یه دعا بکن. گفتم شما باید دعا بکنی. گفت نه، سید یه دعا بکن. گفتم من یه دعا میکنم که ته ته همه دعا هاست، دیگه بالاتر از این دعایی وجود نداره. گفت هر چی دعا کنی من ته تهش رو میگم.
گفتم نمیشه این دعایی که من دارم. خیلی به خودم اطمینان داشتم، گفتم این دعایی که من میگم میگه ته تهشه، گفت امکان نداره. گفتم اصلا، گفتم خب بذار من دعامو بکنم حاجی. گفتش خب باشه. گفتم من دعایی میکنم که دیگه بالاتر از این دعا نیست. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، آخر قنوت همه نمازهای یومیم هم در طول تاریخ پدر بزرگم یادم داده که این دعا رو بکنم. تا به امروزم دعای قنوت نماز عشام فقط همین بوده، اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، الله اکبر. پیش بینی کنم حاجی چی گفته؟ گفتم یه دعا میکنم که از این بهتر باشه. توفیق شهادت فی سبیل. گفتم خب این که همونه. گفت نه دیگه، لزوماً کسی که عاقبت به خیر میشه ممکنه شهید نشه، ولی کسی که شهید میشه، و این شهادت رو سید الشهدا یاد داد دیگه، ولی کسی که شهید میشه هم عاقبت به خیر میشه هم خیلی چیزایی دیگه. و من آچمز شدم خداییش. ۱۴۰۰ امام حسین کجای زندگی شماست؟ اگر امام حسین جلوی دیدگان من باشه سخت میشه زندگی. یه بهانه آوردم میگم یا حسین پشت سرم باش، هوامو داشته باش، جلوی صورتم باشی خجالت زده میشم. برای همین خیلی وقتا گاف میدم. انی بکم مؤمن و به ایابکم موقن. انی بکم مؤمن، این یعنی همون انی سلمون لمن سلم. من هر چی تو بگی. هزار بار اینو خوندن مردم، اما واقعا اینجوریه، هر چی تو بگیه. نه، یه جایی میگه یا حسین برو پشت سرم، اینجا چشاتو بگیر. از این اتفاقات برام تو زندگی زیاد افتاده. کجا باید باشه امام حسین؟ امام حسین الان اگر بخوام واقعیتو بگم میگم رو سرمه. اما خیلی وقتا میگم جلو چشام نباش. هممون میگیم، میگیم این موقع دورورم نباشی. چرا؟ چون خجالت زده میشین. اما این اقتضا ان الانسان لفی خسر. یا جز اونایی بودم که میگن خب بکشین. آره بابا بکشینش، اینا خارجی هن. و الان دوست دارم لاف بزنم بگم یا لیتنا کنت معک، من بودم در کنار تو بودم، برات قطعه می شدم. و دوست دارم اینو بگم، خدا کنه لاف نباشه. زندگی حکمت داره، عشق علت داره، خیلی قیمت داره. که برات میمیرم واقعیت داره. زندگی حکمت داره، عشق علت داره، خیلی قیمت داره. این که برات میمیرم واقعیت داره. موکب و مشایه میمیرم برای پایین پای زریه با صفای اربابم. نزار بعزک و
یه خورده چیزتر کنیم، بریم یه خورده بروزتر صحبت بکنیم، چون میدونم شما دغدغه نسل جدید و یعنی اصلا کلن با نوجوان و اینا خیلی سر و کله زدید. خب چندین نسل رو دیدی، هم معلم بودی، هم بالاخره این همه کارهای فرهنگی، سرود، موسیقی، حالا دیگه نمیشه از اینا رو خیلی فیلم، خیلی چیزا. نسل‌ها رو دیدی. یه سوال خیلی مهم هم اینه که آسد جواد یه نسلی رو دیده که بی نظیر بودن. من یه بار به یکی از این فرمانده ها گفتم، بودم شما بهترین جوانی عالم رو کردی. یعنی شما چشم باز کردید رفتید جبهه، بهترین یعنی این ذهنیت توه ها محمد حسین، بهترین حالای دنیا رو ده هشتادی ها. نه آخه میدونی که من چند روزش رو چشیدم، ما نسل وسطیم دیگه. من مثلا به نظرم نه اون حال جبهه و همون نوخشکه و پوتینه و سختیه و اونا که اصلا نمیشه با اینا مقایسش کرد. کاملا حرفتو قبول دارم و دوستش دارم. ده چهلیا، ده سیا، چهلیا، پنجا، شست، هفتاد، هشتاد، نود، همه با هم فرق میکنه. اصلا یعنی اگر بخوای فرمولی ارائه بکنی به شدت سخت میشه و این پیچیدگی در ایران من اعتقادم اینه که از همه جای دنیا بیشتره. یعنی اصلا عجیب و غریبه. چرا همینو می‌خواستم بپرسم؟ اونا رو دیدی امروز داری با اینا سر و کله می‌زنی، این تفاوت کجاست؟ باید براشون چیکار بکنی؟ میدونی چقدر فاصله گرفتم با خودم بابت همین؟ من 30 سال معلم بودم، معلم کسایی هم بودم که خیلی هاشو می‌شناسی. این آدما یهو من دیدم من دهه 60 شدم معلم. من 62 معلم بودم سال 1360. سال 92 من در واقع بازنشسته شدم. سال 92 یعنی 8 سال پیش من بازنشسته شدم. هنوز بچه ها رو اردوی مشهد میبرم، هنوز. یه خورده کرونا فاصله انداخت. باور کن شاگردای دهه 60 با دهه 70 هم فرق میکردن، با دهه 80 هم فرق میکردن و همچنان دهه 90 شاگرد دارم، بچه هایی که 10 سالشون. باید براشون چیکار بکنیم سید؟ باید خدا رو برگردونیم. الان شما فرمانده میدون، 30 سال تجربه. فرماندهی به من داده نمیشه، میدونی چرا؟ چون من متوجه شدم که باید نو ساخت یه جاهایی و یا از نو ساخت یه جاهایی. فوندانسیون رو باید شکافت، یعنی باید زیر ساخت رو عوض کرد، چون تا ثریا این دیواره رفته و کج رفته. محمد حسین خب ببین آخه همین دیواره کج یه خروبه، همشون مال ما. یعنی حجاجی برا ماست، اونی هم که تو ترکیه است برا ماست، تو همین آموزش پرورش. واقعا اینو میگی؟ بله. شما یعنی تو معتقدی واقعا اون کسی که بدون حجاب توی میدون تقسیم داره میرخصه اون هم مال ما است؟ اون شاگرد شما بوده. تو رو حرفت وای میستی؟ آره تو رو حرفت وای شاگرد شما بوده. به من همین آموزش پرورش ما درس خوندیم دیگه. آقا من تو آموزش پرورش شما درس خوندم. میگن آقا مثلا من خودم رو میگن، منی که الان اینجا هم حالا لطف حضرت سید و شهدا مثلا روزه میخونم، حالا با اونی که الان داره تو ترکیه رپ میخونه، ما هر دو تا شاگرد شما بودیم. خدا پدرتو بیامرزه. اگه تو اینو قبول داری اینجا نشسته خب و کنار دستش کسی نشسته که امروز شهید شده، همش برای ما دیگه. نمیتونیم بگیم خوبه برای ما. نه این شما قبول داری اینو؟ به خدا من حرفم به خدا اگه قبول داشته. چرا قبول داری؟ آره والا من میخوام بگم جفت اینا در کنار هم نشستن. اگر من نتونستم معلم خوبی باشم گناه منه. خب من الان آقا سید دارم اینو از شما میپرسم، شما معلم بودی، این معلمه الان هم چیز یعنی تولید خوب داشته، به ظاهر اون دنیا معلوم میشه که خوبه. آی خدا پدرتو بیامرز. یه تولید آدم داشته که الان میگی وای. خب اینا مال ماه. ببین شما یه پدری که تو خونه دو تا بچه داشتی، خب یکی شده حجاجی یکی شده ایکس. همین حرف من، حرف من اینه که چه کردیم که ایکس شده. خب من دارم از شما میگم شما چیکار کردین؟ خب دیگه شما معلم بودین دیگه. من
من مسئولیت نپذیرفتم. بماند که کلکم را و کلکم مسئول. من تا جایی که تونستم زور زدم، زورم نرسیده، نچربیده. هدایت جامعه باید به سمتی بره، باید یه جوری باشه که همه مردم احساس امنیت، آرامش و از همه مهمتر احساس کنن دینشون دینیه که میتونه بهشون کمک بکنه. همون حرفیه که میگم امام حسین گاهی اوقات بهتره که نگامون نکنه بره اون پشت. امام حسین این کارو میکنه. امام حسین چشمو میبنده، میگه هر کی دوست داره بره، میگه من چشمو بستم، از اونم راضیم. اما این حسین وقتی این کارو میکنه کسی نمیره. اگر همون امام حسین میگفت خب هیچ کس حق نداره بره، آقا اون در خیمه رو ببند، چه اتفاقی میافتاد؟ در خیمه رو ببند آقا، هر کی بره میکشمش. ما الان شرایطمون اینجوری شده، در رو میبندیم میگیم ببین رفتی رفتی ها، دیگه حق نداری برگردی. در خیمه رو میبندیم میگیم ببین چرا اینجوری شده جامعه، باید این من باشی. چرا اینجوری شده جامعه؟ نمیدونم، واسه اینکه ما مثل حسین رفتار نکردیم. شما جامعه رو درست کردین دیگه، شما یه گوشه این پازل. نه شما یه گوشه این پازل بودی دیگه. من تو اخراجی هم گفتم من بشین پاشوشو میرم، من بشین پاشوشو میرم. اون دیالوگاییه که من و دهنمکی نشستیم فکر کردیم و من گفتم چی بگم که تحریف روشه. آقا من جای اینها بشین پاشو میرم. درسته من اشتباه کردم که تو رفتی اونور دنیا داری چرت و پرت میخونی. چرا نباید بپذیرم؟ چرا نباید بپذیرم؟ چرا ما نباید بپذیریم که اشتباه کردیم؟ چرا نباید بپذیریم؟ باید بپذیریم اشتباه کردیم. محمد حسین من اشتباه کردم که یه کاری کردم که یک ایرونی با تعصب به ملتش، مملکتش. من اشتباه کردم مغز درجه یک توی دانشگاه شریف نفر یک کنکور بلند میشه میره اونور دنیا و میگه دیگه فارسی حرف نمیزنم، اسم ببرم. من یه کاری کردم که اون رفته، اسمشو گذاشتن فرار مغزها. من اشتباه کردم. چرا قبول نمیکنیم؟ خب بیایم بگیم عذر میخوام، بیایم از نو بسازیم. فونداسیون رو باید از اول درست بکنیم. شما خودت عذرخواهی رو بلدی؟ بله خوب بلدم. من بابت لخ شدن کنار استخ عذرخواهی نمی کنم، چون کار غیر شرعی نکردم. کار غیر عرفی به نظر میاد ولی کار غیر شرعی نبود. من رفتم فیلم بازی کردم، تو فیلم اونجا نمیام عذرخواهی بکنم. اما برای خرید خونه تو دبی تبلیغ کردم، اشتباه کردم، 100 بار گفتم غلط کردم، عذرخواهی کردم. باید شهامت داشته باشم عذرخواهی کنم. آقا اشتباه کردم، اومدم با عذرخواهی کردم. آدم زیر خیمه امام حسین باشه از کسی نمیدونه. آفرین، خدا خیرت بده. همیشه من به دوستانم میگم گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه دار. سید برگردی به عقب باز پیشنهاد مهدویان رو برای اون سکانس ها قبول میکنی؟ اگه برگردم به عقب پیشنهاد مهدویان رو قبول میکنم و بازی میکنم و به مردم میگم ببینید کار غیر شرعی. کار غیر شرعی نبود ولی مردم از سید جواد توقع نداشتن. یه قشریشون رو میخوام ببینم درسته یا نه. غلطه به نظر من. متقاعدشون دو گروه، دو گروه بودن، دو گروه بودن که یه گروه فقط شوخی کردن با من که من باشون حال کردم، با شوخیاشون خندیدم، گفتم تو شرایط بحرانی امروز بالاخره مردم احتیاج به خنده دارن و واقعا هم تو شوخی ها خلاق بودن. 2000 تا جوک و لطیفه و فیلم و من باشون خندیدم، گفتم دم شما گرم، حال کردیم ما بالاخره. یه گروه جدی جدی منو زدن، گفتم چه کاریه. من بهشون احترام میذارم چون اصلا نمیشه یه تابوهایی رو برای اونا شکست. ولی واقعا من چه کار کردم مگه؟ چه کار بدی مرتکب شدم؟ اینکه کنار استخر سر یه فیلمی من اونم تازه
اینجوری نبوده که خدای نکرده زشت باشه، کریه باشه، نه. آقای جواد عزتی تو همون فیلم ده بار لخ شد، ولی من خب از من توقع ندارم. همون دیگه میگم اون شخصیت رو برای خودشون فراتر از یک بازیگر دیدن. اشکالی نداره، این لطف خدا در حق منه. آره دیگه بود 30 بار شهید شد. یه جوابی هم بدم، اونایی که گفتن آقا شما مگه به مادر شهید کشوری قول ندادی که، یعنی مراقبت‌های میخواد دیگه، قبول داری اینو؟ درست. مثلا این نفری آقا میره نقش مثلا مالک رو بازی میکنه، نقش مختار رو بازی میکنه، شما میگم تو ذهن نسل ما تا اسمت بیاد میگیم این اشتباه، این اشتباه جامعه ماست. خب این اشتباه درست، ولی خب این جامعه همون اینجوریه. یه کسی که شمر میخونه بهتره هیچ وقت حسین خون نشه، اینو میگیم بهتره. اما کسی که میره روی دایره تعزیه خونی، اون کسی که شمر هم میخونه، شمر که نیست که بابا، اونم برای حسین اونجایی که شمره، یه جایی که میخواد سر حسین ببره گریه میکنه. خب اون نهادش پاکه، داره شم رو بازی میکنه، نباید کتکش بزنید، واقعا نباید بزنید. اگه احساسات براتون داشت کتکش هم زدید بزنید، من نوکرتونم هستم. ولی اینجوری فکر نکنید اگر من رو گود دارم شم رو بازی میکنم یه موقعی، فکر نکنید من شمرم. اینجوری فکر نکنید منم برای اون لحظه‌ای که اون نقشو دارم بازی میکنم فکر نه آقا، اینجوری فکر نکنید. وسط البته من باید مراقب باشم، قبول دارم، ولی دیگه شورشو در نیارید. کنار استخر اونجوری بازی کردن اشکالی نداره. اگه من یه روز شم رو بازی کردم بیاد بزنید تو سرم. خیلی خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی یاد گرفتیم و خیلی هم سیر نمیشیم از هم صحبتی با شما. خیلی طول مهمون میشه. داریم، نه وقتمون کمه، ولی واقعا میشه بیشترم حرف زد. من خیلی خوشحالم واقعا که امشب در خدمت شما ایم و جدی میگم خوشحالم که هنوز تو جامعه انسانهایی هستن که بشین پاشو میرن. بگذاریم، مهمونمون اگه اجازه بدید دعوت بکنم. قربونتون برم. قربونت برم. دعا یادتون نره، خصوصاً یه چیز بگم شاید به دردتون بخوره. بفهم. من فکر میکنم حسین ابن علی لحظه ای که در مقابل خانه خدا قرار گرفت و اشک ریخت و خداحافظی کرد و گفت دور خانه خدا نمیچرخم، حجر و نیمه تمام میگذارم، دعای طواف رو خوند. دعای طواف رو یه بار مرور کنید. دعای طواف خانه خدا خیلی خوشگله. متاسفم از این که حاجیای ما دور خونه خدا میچرخن، خیلی متاسفم. و روحانی کاروان دعای طواف رو تو تیواری میخونه و اینا هم پشتش میخونن، اما هیچکی معنیش رو نمیره بخونه. خیلی کم، به ندرت کسایی هستن که میرن میخونن. یه بخش کوچیکشو من میگم. اللهم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع. خدایا من به تو پناه میبرم از نفسی که پر نمیشه، و من قلب لا یخشع، و قلبی که خاشع نمیشه، و من علم لا ینفع، و علمی که اصلا به درد نمیخوره، و من صلات لا ترفع، و نمازی که اصلا بالا نمیره، بدتر از همه اینه، و من دعاء لا یسمع، و دعایی که اصلا شنیده نمیشه. حسین ابن علی اینا رو خونده، خود امام حسین و سید الشهدا، و ما که دور خانه خدا طواف میکنیم و اون نکرد. و اون میگه آیا به این دعاه فکر کردیم که نه علممون به درد بخوره. رفت سراغ طواف واقعی دیگه، طواف اصل، نه دعامون بره بالا، از اون لحظات بترسیم. و تنها کسی که ظهر عاشورا نمازش بالا رفت، دستاش وقتی بالا اومد برای دعا، علی اصغر توی دستش بود. و اون کسی که همه علمش در خدمت به مردم بود و همه نمازش برای مردم و برای هدایت مردم بود، که نیامد جز برای اصلاح و نرفت جز برای اصلاح،
این سید و شهدا رو بالا غیرتن بفهمیمش، براش سینه نزنیم، فقط سینه نزنیم، هم سینه بزنیم هم بفهمیم. آره فقط سینه نزنیم. آره. قربونتون، مخلصیم، در خدمتون هستیم. خیلی متشکرم. یا علی. مجنون و پریشان تو یا حسین، سرگشت و حیران تو یا حسین، هر بی سر و پا چو دست گیری داره، من بی سر و سامان تو یا حسین، من بی سر و سامان تو یا حسین. خب حاسد، ما خدمت آقای کیاسری هستیم و معرفی کنم با مش اسماعیل دیگه. آقای کیاسری فیلم ساختن به عنوان مش اسماعیل و همه جایزه رو درو کردن و سیمرغ هم گرفتید، درسته؟ چون بله، سیمرغ کارگردان جشنواره فجر دیگه تقریبا شروع کار بود. جشنواره مخلصیم. خدمت منم سلام عرض میکنم خدمت شما سه جواد عزیز و همه بینندگان عزیزی که صحبت‌های ما رو گوش میکنن و میبینن. هستم در خدمتتون. یه خود از مش اسماعیل برامون میگید؟ همون نابینای مش اسماعیل نابینا که کشاورز بود و اینا. بله. خیلی جذاب بود. دیدین شما مستندشو؟ من کامل یادمه. نمیدونستم که ایشون ساخته، چون من خدمت شما نبودم. ولی اصلا وسط فیلمه بود که تلویزیون داشت پخش میکرد. آره. و من وسطش دیدم که یه نابینا داره. آدم عجیب و جذاب. آره مثلا بچه‌ها گفتم دعوتش. تا آخرش مجبور شدم نگاه. این مستند یه زندگی سراسر امیده مشتی اسماعیلی که داره کار میکنه، شالیزاری میکنه، نابینای مطلق هستش و انرژی عجیبی داره و این انرژی به جوری هستش که ما هر جای دنیا این فیلم رو میدیدیم، مخصوصا با اروپایی ها اکثرا، هر کسی بعد از دیدن فیلم میگفت حالم خوب شده، من دیگه این چقدر همی گم شده. امروز جامعه ماستا امید. یه بار من قصد کردم برم کربلا و دوست داشتم این مسیر پیاده روی اربعین رو حتما تجربه کنم. بعد همیشه میگفتم خب من همینجوری بخوام برم و امام حسین منو میپذیره، قطعا به من فیلم ساز یه نگاه دیگه داره، میگه تو هم همینجوری بیای مثلا یه کلو پشتی بگیری و مسیر راه رو بیای و برگردی، شاید یه انتظار دیگه ای، من باید یه کاری دیگه ای کنم. همیشه تو این فکر بودم و یه دفعه به ذهنم رسید که این هم هم اصرار دارن که من از مشتی اسماعیل فیلم بسازم، چرا همین پیرمرد کشاورز نابینا رو این مسیر نبرم؟ چون برای من جالب بود دیگه، مسیر اربعینی که راجب راه هستش، کسی که نابینا هستش و این مسیر رو باید بره و یه شخصیتی داره به نام نصیر که دوست مشتی اسماعیله و اونجا با هم کلکل داشتن و به عنوان دوست خوبی بوده برای مشتی اسماعیل. حس کردم این دوتا باید این مسیر راه رو برن. ما همراه شدیم با یه گروه فیلم برداری همراه مشتی اسماعیل و نصیر، این مسیر راه رو رفتیم. اینا رو در راه، یعنی در مسیر راه که رفتیم، مسیر اصلی که میشناسین، طریق نجف کربلا مشخصه، مثلا تعداد ستون ها و ستون های یک و دو و سه، یه مسیری که یه ذره رفتیم، حس کردیم باید مشتی اسماعیل رو به بیراهه ببریم، یعنی این راهی که همه دارن میرن نه، یعنی بیایم یه راه دیگه ای هم براش قرار بدیم و در موقعیت‌های مختلف مشتی اسماعیل رو بسنجیم، در موقعیت‌های مختلف ببینیم مشتی اسماعیل چیکار می‌کنه. که کلاً تو بیراه بودیم، اتفاقاتی عجیب و غریبی برام افتاد و مشتی اسماعیل رو توی یه منطقه بردیم، منطقه بی آب و علف،
و در موقعیت‌های مختلف به این صورت که مثلا به مشتی اسماعیل میگفتیم، یعنی پیاده میرفتیم. آره آره، مسیر پیاده میرفتیم. تو مسیر پیاده روی اربعین حالا فکر کنیم به بیراهه رفتیم، یه جایی که مسیر بی آب و علف هستش و این حس عجیبی گرفت مشتی اسماعیل، نشست و دیدیم زده، چون مدا هم هستش مشتی اسماعیل دیگه، خیلی عجیب و آره، یه آره. ما همه میریم که ببینیم بله. یه نابینا برای میبینم. آره چشم دل باز کن که جان بین. احسن مشتی اسماعیل دیدیم رفته تو فکر و یه دفعه داره میخونه، میخونه از امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل، رو تا جایی که یه دفعه زد گریه، یه دفعه زد گریه به حدی که دیگه نتونست طاقت بیاره، اینقدر گریه کرد، اینقدر گریه کرد که دیگه اشک همه عواملی که پشت صحنه بودن داشتیم فیلم میگرفتیم و گرفت و حالشون رو خوب کرد. راستا با حالا آقای کسل، ایشالله با خود مشتی اسماعیل باید بشینیم حتما حرف بزنیم. چی شد که شما از مشتی اسماعیل اومدین سمت کربلا و بعد از کربلا رفتی سراغ کارهای جهادی؟ و خدمتتون شود که یه دعایی کرده بودم تو اربعین و اونجا که خیلی گریه میکردم، یکی گریه هم این غبطه ای بود که همه به حال امام حسین میخورن، گفتم بزرگی هستش. ببین وقتی من این جمعیتی که هستش، میلیون میلیون انرژی که در درون این آدم ها هستش، من چجوری میتونم ثبت کنم حس و حال خوب رو؟ کی میتونه ثبت کنه؟ اصلا دلو نمیشه ثبت کرد. چیزی که حتما باید اونجا حضور داشته باشی، ببینی این عشق، یعنی تا زمانی که هر کسی این مسیر اربعین رو نره، وارد اون جمعیت پرشور و حال نشه، امکان نداره حس کنی، بگی من دیدم و عجب چیزی. و یه چیز عجیب و غریب اینه که من داشتم غبطم اینه که امام حسین همچنان چقدر این زنده هستش که این شور و شوق رو در دل این همه جمعیت گذاشته، این حس و حال خوب رو به همه داده و میزبانه، امام حسین میزبان. خیلی یه دعایی که همیشه میکردم میگفتم خدایا من از این میزبانی نگیر، یعنی تا قوم دارم بتونم چیز دیگه که مفید، اصلا ارزشی دیگه ندارم، یعنی اصلا مفید نیستم، بتونم به دوروری های خودم، به آدم های مختلف بتونم کمکی بکنم، یعنی خدمت بخواد. محله اول آزادی زندانی داشتیم، توی محله اربعین تر مهرآب رو داریم که دوستان یه کمپینی رو انداختن و قرار دست به دست هم دیگه یه چند تا روستا توی طرف زابل و اونورا رو آبرسانی بکنیم. اصلا شک نکنید اون کسی که اونجا موکب زده الان اگر بیاد همین ستونها این موکب رو، آره حالا اونجا هم بزنیم، اینجا هم بزنیم، نه اینکه بله و الان نمیدونم شرایطش وجود داره یا نه، یه سری از مواکب دارن میرن ولی خب خیلی اونایی که نتونستن برن امسال بله اینجا نذر بکنن برای سید الشهدا، به خدا جواب میگیرن. خدا خیرتون بده. ممنون تشریف آوردید. دیگه با ارزشتر از تربت از سید الشهدا ما چیزی سراغ نداریم، یادگار باشه از طرف محلا. چقدرم خوشگله، خیلی با سلیقه. بفهم سلامت باشید. آقا سید من آقا دست شما درد نکنید، اینجا هر کسی اومده به من گفته بخون، من میخوام امشب بعد بفرمایید. بفرمایید.
من یه چیز ازت بخوام که بخونی؟ نه دیگه، شما بخونید امشب دیگه. من که نمیخونم. چرا دیگه؟ اگه من بخوام بخونم، اگه نخونی که نمیخونم. حالا شما بخونید امشب برام. چی بخونم؟ این همه میخونیم دیگه. بالاخره این همه سرود، این همه کار برای محسن، بعدم مادر روزخون. اولین لقب شما رو میشه گذاشت روزخون، اونو بقیه رو نمیشه برد، ولی روزخونی رو میشه خب برد. من صدای واقعا خوبی که ندارم، اگرم بخونم شاید تماشاگرتون از دست بدید، ولی شاید حالا یکی از اون سرودایی که برای حضرت سید الشهدا کار کردم اگه به ذهنم بیاد، به شرطی که چون تشنه به تو از دور سلام با صدای شما، چشم، اگر بخونی من حتما میخونمش. شما شروع کن پس. به تو از دور سلام، به سلیمان جهان از طرف مور سلام، به تو از دور سلام، به حسین از طرف وصله ناجور سلام، به تو دل بسته شدم، به شبای جمعه کربلا وابسته شدم، به تو دل بسته شدم، به خدا من از همه به غیر تو خسته شدم، حسین آقام همه میرن تو میمونی برام، حسین آقام همه میرن تو میمونی برام، حسین آقام همه میرن تو میمونی برام. این کجاست؟ اونجا که میگه افی القبر مونسن و انیسا، و همه میرن و تنها کسی که میمونه، سنگ لحد رو که میگذارن، تنها کسی که ممکنه بمونه، این که میگم ممکنه دردها، چون اگه نمونه خیلی وضع خرابه. و فی القبر مونسن و انیسا و علی الصراط دلیلا، یعنی تو دلیل منی توی راهی که دارم میرم، و اگر تو توی قبر همه وقتی رفتن و تو بمونی، اون وقت چی میشه، چه حالی؟ سومین حجت خدا ما را این توی ای شه جهان را، هر کجا میروم به هر کویی یادی از توست پیر و برنارا، از سیه رویم چه غم داری، خال نیکوست روی زیبارا، تو گلی خار دامن تو من، چه غم از خار حسن گلها را، چه غم از خار حسن گلها را. طیب الله، این هم برای اینکه تو گفتی. خیلی خوشحال شدیم، خیلی ممنون، و میگم سیر نمیشیم از محضر شما بودن، عذرخواهی میکنم وقتمون کمه، با یه حال خیلی خوب واقعا
میشه امشب خدافظی بکنیم، سلام و درود بی پایانمون به مولا و سید و آقامون امام زمان، دعا برای فرج یادمون نره. یا علی مدد. همیشه بی قرارم.